برانوید خداوند سرخط مهمترین خبرهای امروز از افغانستان، درگیری جنگجویان طالبان با مرزبانان ایرانی، هجوم 4000 داعشی به خاک افغانستان و در ادامه این گزارش اهدای 100000 افغانی توسط سراج الدین حقانی. برای جزئیات بیشتر این گزارش را تا آخر بیننده باشید و برای تازه ترین خبرها کانال شهر نیوز را دنبال کنید. سراج الدین حقانی به خانواده فردی که به گونه علنی اعدام شده است 100000 افغانی کمک کرده است. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله طالبان به خانواده فردی که مطابق حکم قصاص دادگاه این گروه در ولایت فرا در ملای عام اعدام شده بود 100000 افغانی کمک نقدی کرده است. طبق اعلام طالبان، فرد محکوم که تاجمیر نام داشته و باشنده اصلی ولسوالی انجیل ولایت هرات بوده است، طالبان میگوید که این فرد چند سال قبل شخصی به نام مصطفی، یکی از ساکنان ولسوالی پشتکوه فرا را به قتل رسانیده بود و از سوی دادگاه این گروه به قصاص محکوم شده بود. حکم دادگاه طالبان درباره او دیروز چهارشنبه 16 قوس در مالای عام در حضور سران طالبان از جمله سراج الدین حقانی اجرا شد. باید افزود که بعد از بازگشت طالبان به قدرت، این نخستین مورد از اجرای قصاص در مالای عام توسط طالبان است. این اقدام طالبان واکنش ها و انتقادات زیادی را نیز در پی داشته است. وزارت خارجه فرانسه با نشر بیانیه گفته است که اعدام علنی یک مرد توسط طالبان در افغانستان را به شدیدترین وجه محکوم می کند. دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان و یونما هم در واکنش به این قضیه گفته است که این سازمان شدیداً با مجازات اعدام در هر شرایط مخالف است. این دفتر از طالبان خواسته است که مجازات اعدام را فوراً تعلیق کنند. و یک گزارش دیگر این که طالبان یک مرزبان ایرانی را کشتند. منابع محلی در ولایت نیمروز از درگیری بین نیروهای طالبان و مرزبانان ایرانی خبر می‌دهند. منابع شام چهارشنبه 16 قوس در صحبت با روزنامه 8 صبح گفته است که در یک درگیری بین طالبان و مرزبانان ایرانی در نوار مرزی دو کشور یک مرزبان ایرانی کشته شده است. در همین حال رسانه‌های ایرانی با تایید این خبر می‌گوید که یک مرزبان ایرانی در درگیری با اشرار مسلح در مرزهای شمالی سیستان بلوچستان کشته شده است. رسانه‌های ایرانی همچنان افزودند که این سرباز هنگام اجرای وظیفه در نقطه صفری مرز ایران با افغانستان کشته شده است. با این حال یک منبع از ولایت نیمروز به نقل از باشندگان روستای ساسولی به روزنامه 8 صبح میگوید که این نیروی مرزی ایران در نتیجه درگیری با طالبان کشته شده است. این در حالی است که روز گذشته مرزبانان ایرانی یک موتور حامل پناهجویان افغان را در بین شهرهای ساروان و خاش سیستان بلوچستان هدف گلوله قرار دادند و در نتیجه آن 17 تن کشته و زخمی شدند. و یک گزارش تکان دهنده دیگر این که 4000 داعشی در افغانستان حضور دارند. دفتر خدمات تحقیقاتی کنگره آمریکا با اظهار این که 4000 تروریست داعشی در افغانستان حضور دارند، درباره توانایی طالبان برای مقابله با آنها ابراز تردید کرده است. دفتر خدمات تحقیقاتی کنگره آمریکا در گزارش تازه‌اش نوشته است که کارشناسان درباره قدرت تهدید شاخه خراسان داعش و توانایی طالبان برای مقابله با این گروه بدون کمک خارجی اختلاف نظر دارند. این گزارش نوشته است که با وجود حملات هماهنگ طالبان، صفوف داعش خراسان به 4000 جنگجو افزایش یافته است و این گروه مسئولیت تعدادی از حملات بزرگ در سال 2022 را نیز بر عهده گرفته است. با این حال این نهاد تحقیقاتی وابسته به کنگره آمریکا در ادامه پاکستان را مهمترین همسایه افغانستان دانسته است که دهها نقش فعال از جمله با حملات فعالانه از طالبان در طول حکومت دهه 1990 و در بسیاری از شورش‌های بعدی آن ایفای وظیفه کرده است. دفتر خدمات تحقیقاتی کنگره آمریکا در حال مدعی حضور 4000 جنگجوی داعش در افغانستان است که طالبان تاکید دارند داعش و سایر گروه‌های مشابه در افغانستان مغلوب شده است، توانایی مقاومت و حمله را از دست دادند و اکنون نیز در انتقام شکست‌هایشان به مردم بدفاع حمله می‌کنند. بیننده های محترم کانال شهر نیوز، نظر شما در مورد خبرهای مهم امروز از افغانستان چیست؟ نظر خود را در کامنت همین گزارش با همه به اشتراک بگذارید. تشکر از این که تا آخرین گزارش با ما همراه بودید. تا یک گزارش دیگر، خدا نگهدار.